کازینوی مونت کارلو یکی از قدیمی ترین کازینوهای اروپا و بازگو کننده تاریخچه اقتصادی کشور موناکو است. سمبولی از گذر یکی از فقیرترین مناطق اروپا به یکی از ثروتمندترین آنها، محلی برای ثروتمندترین و بزرگترین قماربازان جهان. در دهه 1960 میلادی بود که شاهزاده چارلز سوم تصمیم گرفت تا این کازینو را بسازد. قصد او از این کار جذب اشرافزاده ها و ثروتمندان اروپایی به این منطقه بود. برنارد لامبرت مدیر کل کازینوی مونت کارلو میگوید این کشور بسیار فقیر می بود، هیچ منبع درآمدی نداشت. در نتیجه ایده شاهزاده برای ساخت یک کازینو همراه با مهمانخانه و بعدها ساخت یک اپرا فوق‌العاده بود و این دقیقاً کاری بود برای ایجاد یک منبع درآمد در این منطقه، ایده ای که درآمدهای اقتصادی موناکو از آن سرچشمه می گیرد. در سال 1949 شاهزاده راینر سوم وارث تاج و تخت موناکو می شود. در این زمان موناکو دیگر تبدیل به یک کشور ثروتمند شده بود. درآمد کازینوها و هتل‌ها آنچنان زیاد بود که شاهزاده تصمیم به اعلام بخشودگی مالیاتی برای شهروندان عادی این کشور گرفت. معافیت از پرداخت مالیات در موناکو از قرن 19 تا همکنون در اجراست. بعد از پایان جنگ جهانی شاهزاده راینر خیلی زود متوجه شد که کازینوها نمیتوانند تنها محل درآمد این کشور کوچک باشند. ازدواج راینر با گریس کلی فصل جدیدی را برای تاریخ موناکو برق زد. ثروت، زرق و برق و ساخت و ساز و همچنین جذب ثروتمندانی که خواهان پرداخت مالیات کمتر بودند. اینها از ارمغان‌های این وصلت بود. تصویر حال حاضر موناکو میراث سیاست‌های اقتصادی شاهزاده راینر برای شاهزاده آلبرت دوم است که 6 سال است بر اریکه قدرت این سرزمین نشسته است، اما او هم دوست دارد دست به تغییراتی بزند. روژه لوی بیانکینی روزنامه‌نگار و نویسنده است که تا همکنون 8 کتاب درباره موناکو نوشته است. درباره ساختار موناکو نظراتی دارد. موناکو بر 3 رکن استوار است و برای ادامه حیاتش میبایست آن را حفظ کند. نباید فراموش کرد که رفاه و ترقی موناکویا با ازدواج شاهزاده راینر و کریس کلی آغاز شد. در نتیجه میتوان گفت ازدواج شاهزاده آلبرت با شناگر آفریقای جنوبی پروژه‌ای است در حال انجام برای دوباره به جریان انداختن اقتصاد کشور که کمی سطح اقتصادش افت کرده است. پس این اولین رکن است. دومین رکن امنیت این کشور است. بدین معنی که موناکو کشوری است با امنیت. یک پلیس برای 70 شهروند. این در جهان یک رکورد محسوب می شود. در نتیجه مردم در موناکو در امنیت کامل به سر می برند. و سومین رکن سیستم مالیاتی که به سرمایه‌داران اجازه می دهد کمتر مالیات پرداخت کنند. امنیت و معافیت مالیاتی دو رکن نیست که خارجی ها را به این کشور کشانده است. 80% ساکنان این کشور 2 کیلومتر مربعی خارجی هستند. موناکو دومین کشور کوچک دنیاست، اما ثروتمندترین آدم های دنیا با ملیت های مختلف در این کشور سکونت دارند. 2% به طور مشخص و 50 نفر به طور تقریبی در این کشور میلیاردر می باشند و به همین دلیل است که قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان در این کشور 45,000 یورو است. میشل پاگرام 5 سال پیش با 45 میلیون یورو سرمایه به اینجا آمد. دلیل مهاجرت او قوانین مالیاتی بریتانیا است. این برمیگردد به دوره خانم تاچر. مطالعات اقتصادی نشان میدهد اگر شما درآمد نداشته باشید مالیات نمیدهید، ولی به بعضی از درآمدها 98% مالیات تعلق میگیرد. در نتیجه سرمایه داران و کارآفرینان به جاهای نقل مکان میکنند که مالیات کمتری بپردازند. این توصیه‌ای است که مشاوران اقتصادی به آنان میکنند. این مطالعات به خوبی شرایط را روشن میکنند. من فکر میکنم که اخذ مالیات باید منطقی و قابل قبول باشد و به 40% درآمد سرمایه داران تقلیل کنند. بعد خواهید دید که سرمایه داران ترجیح میدن تا در کشور خودشان بمانن و مالیات هم بدن. در غیر این صورت هر سرمایه داری برآورد شخصی خود را از شرایط می کند و به جای پناه می برد که قوانین مالیاتی معقول تری داشته باشد. با سرآغاز بحران اقتصادی جهانی بیشتر کشورهای اروپایی سعی کردند با طرح‌های ریاضت اقتصادی و افزایش مالیات بر این بحران غلبه کنند. اما به نظر می رسد موناکو بدون تغییر سیاست‌های مالیاتی خود به بهشت اقتصادی تبدیل شده. میشل دوتا مدیر اتاق اقتصادی موناکو و یکی از صاحبان بزرگترین آژانس‌های معاملات ملکی در این کشور است.
او در حال گفتگو با نمایندگان سازمان توسعه بین‌المللی اقتصاد درباره سیستم کنترل بانک‌های موناکو و نحوه پرداخت مالیات در این کشور است. میشل دوتا به خبرنگار ما میگوید سیستم بانک‌های موناکو کاملاً توسط بانک‌های فرانسه کنترل می‌شوند. متخصصان فرانسوی سالی دو بار سیستم بانکی موناکو را چک می‌کنند. و تا آنجایی که من می‌دانم بانک‌های فرانسه بیشترین سختگیری را برای جلوگیری از پولشویی دارند. و از این نظر در دنیا زبان زدند. در نتیجه در سیستم ما هم پولشویی جایی ندارد. بانکداران به آن میگویند ماهیگیری. در واقع آنها به دنبال منشأ پول میگردند. بررسی جابجایی پول در بانک هاست که به متخصصان اجازه میدهد تا از تمیزی پول اطمینان حاصل کنند و مطمئن شوند که پولشویی صورت نگرفته است. بانک های موناکو دستور دارند که پول هایی که منشأ آن مشخص نیست را نپذیرند، اما بررسی و پی بردن به نقطه سرآغاز جابجایی پول یا همان منشأ پول کار بسیار سختی است. البته این آشکار است که اراده سیاسی هم وجود ندارد. البته پافشاری زیادی هم در سیاست‌های قدرت‌های اقتصادی بزرگ دنیا مانند آمریکا در این باره صورت نمی‌گیرد. اما این بدین معنا نیست که کنترلی هم وجود ندارد. موناکو ساکنان غیر میلیونری هم دارد که نسل به نسل در آنجا زندگی کردند و می‌کنند. خبرنگار ما نظر یکی از ساکنین را در این باره می‌پرسد. خانواده همسرم از سال 1856 تا کنون در اینجا ساکنند. تمام اجداد همسرم در موناکو متولد شدند. علاوه بر اینها، آنها ملیت فرانسوی دارند و از کمک‌های اقتصادی قانون حمایت از خانواده فرانسه هم بهره‌مند هستند. منظورم کمک‌های هزینه اجاره است و این به ما توانایی این را می‌دهد تا در این خانه قدیمی زندگی کنیم. در طول روز سر و صدای زیادی است. دختر من باید به درس و تکالیفش برسد. با این هوای گرم ما باید همیشه پنجره‌ها را ببندیم. سیلوی همسر و سه دخترش در محاصره این ساخت و سازها قرار گرفتند. آنها در آپارتمانی زندگی می‌کنند که در سال 1947 ساخته شده است و قرار است به همراه 6 آپارتمان دیگر تخریب شود. در ماه ژانویه با آنها گفته شد که قرارداد اجاره در ماه اوت تمدید نخواهد شد و هیچ امکانی هم به آنها داده نمی شود تا بتوانند آپارتمان دیگری با همین مبلغ یعنی 900 یورو اجاره کنند. تنها پیشنهاد موجود خرید آپارتمان از مالک است با قیمت بسیار بالا. این در حالی است که درآمد این خانواده تنها 4000 یورو در ماه است. در اینجا مسکن به اندازه کافی وجود ندارد. همونطور که میبینید همه بناهای قدیمی در حال تخریب است. آنها تخریب میشوند تا ساختمانهای جدیدی جایشان را بگیرند. احساس خوبی ندارم وقتی میبینم خانهای قدیمی نابود میشوند و جای آنها آپارتمانهای جدید میآید. نمیدونم شاهزاده آلبرت به این موضوعات توجه دارد یا نه. هنگامی که شاهزاده آلبرت به تاج و تخت موناکو رسید، متعهد شد تا اخلاق، صداقت و شرافت را در رأس امور قرار دهد. در داخل و خارج موناکو همه امیدوارند تا این قول و تعهد به نسل‌های بعدی هم انتقال داده شود و به آن عمل کنند.